چطورید؟ بچه های خوشگل خوشتیپ هم چی کارا که میکنید چی کارا نمیکنید؟ من باز اومدم شام بخورم، گفتم شما رو شریک کنم تو این شام خوردنم که تنهایی شام نخورم. شما نظرتون چیه؟ آیا دوست دارید که با من شام بخورید یا نه؟ دوست دارید یا نه؟ میدونم که دوست دارید با من شام بخورید، ولی من خیلی امروز انرژیم زیاده و تنها هم هستم، گفتم دیگه با شما انرژی زیادم رو شیر کنم. نوشه جان مرسی، میشه منو بیاری بالا؟ آره میخوام همه تون رو بیارم بالا. شام چیه؟ نمیدونم، نیورده هنوز شامو، ولی این ماسته، ماست و کدوه، یه ترکا درست میکنن معمولا. خیلی 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 انرژیم امروز زیاد بود، نمیدونم چی کار کنم انرژیم تخلیه شد، نمیدونم. شما یه راهی پیشنهاد میدید به من؟ وای چیه همه میگید وای؟ چرا وای؟ وای نیلی چطوری؟ بذار من یه لباس بپوشم لختم. سلام بر کاراگر. خوبی شما؟ آقا بذار من یه دقیقه لباس بپوشم، صبر کن. پیراهن حداقل بپوشم زشته. تو لای. حال شما چطوره؟ خوبی؟ ممنون، شما خوبین؟ خدا رو شکر. حالا خدا رو شکر نفسیه میاد و میره. بله بله. خانم بچه‌ها خوبن؟ همه سلام دوستان، حال شما چطوره؟ خوش رقم خوبه الان. همه چی مرتبه؟ بله. امروز چقدر نشرال شدی؟ بدون افکت طبیعی اینا؟ بله. خبرها حال احوال چطوره؟ مرسی، شما خوبین؟ زن و بچه چطورن؟ خوبن؟ آینه شما باید میپرسیدیم، من نباید. خانم بچه ها خوبن؟ خبر جدید جان؟ خبر جدید، خبر جدید. شوهر سابق چی؟ شوهر سابق شما راجبه؟ خودمون حرف بزنیم. نه، خبر جدید بدم. همه چیز رو گردن گرفت. چیو؟ رابطهش با سبزی خوردن رو و اینکه علت جدایی با شما گفتش که 80% سبزی خوردن بوده. نظر شما چند درصد اون عامل بوده سبزی خوردن؟ سبزی خوردن کیه؟ ریحانه پارس عامل بوده؟ نمیدونم بوده یا نبوده. من نمیدونم، نمیشناسم اصلا این خانم. من اصلا این خانم نمیشناسم. کی هست؟ باهاتون اومده بود آنتالیا، نمیشناسی؟ عامل بوده؟ خودش گفته بودم؟ بویان گفت فکر کنم 70-80% اون عامل بوده. آره دیگه، لابد بودم. خودت فکر میکنی چند درصد بوده؟ درصد بده به ما. خودم فکر میکنم 20%. آه پس 20%. 20% کلن اون عامل بوده. بعد 80% دیگرش یه دارم یادداشت میکنم. آره اسم نمیارم. بعد 80% دیگه کی عامل بوده؟ اسم نمیارم. آه اون نفر دوم بوده. نه نفر دوم همون نفره. همون یه لحظه ببخشید، همون نفری که همون وسط بوده. خب
اون وسطیه 20%، اولیه ساندویچه دیگه، یه دونه بالا. اون نفر دومیه چند درصد؟ نفر دومیه کیه؟ پویان 80%. 80% اون مقصر بوده، 20% اون اولی. خودت هم که هیچ درصدی دخالت نداشت. 10% من. خب الان شد 110%. ما الان داریم مثلا خب 70%، 10%. دریباتون نمیخوره. نه من 1%، خدای من 1%. من همه حقا با منه. 1%. حقا با توه؟ آره همه حقا با منه. دست و موبایل نکنه. من اصلا مقصر نبودم. همون 80 رو بزن. همون. خب باش دیگه. نه دیگه همون حرف اول ما میخوای 85% بزنم؟ 80 نه 80 همون اوکیه. من همون حرف اولمو عوض نمی کنم. 80 اوکی بود. چیز میخوام بکنم ها، راجع به آینده حرف بزنیم. حالا دارم راجع به گذشته میخوام بیارم. راجع به گذشته حرف نزنیم، بیا راجع به آینده حرف بزنیم. آینده جذابتر به نظرم. از گذشته میخوای گریزی بزنیم به آینده؟ آره خوبه گریز بزنیم به آینده. خب آینده دارم به یکی زنگ بزنم میکنم جواب نمیده. میخوام چند درس؟ نه 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 لطفا به کش کس زنگ نزنید تو لایوم. خب باش من الان لایوم، شما میتونید ببینید. آره من تو لایو. آره ببین لایو باش. هدف یه خودش زنگ زن. خودش زنگ زد گفتم الان شما هر حرفی دارید بزنید. یه بنده خدایی داره الان لایو رو میبینه. تو باشه الان آینده صحبت کنیم. آینده نوشته زن من با شما با من این دیگه احتمالاً نه. اینجا نوشته. خب برنامه‌ت واسه آینده چیه؟ برنامه من بر آینده میخوام یه دختر خیلی موفقی بشم. ششات لنز گذاشتی؟ آره. چه رنگی؟ لنز اینستاگرامه. اینستاگرام لنز میذاره؟ بله. کجاشه میشه منم بذارم؟ یا راجع به آینده حرف بزنیم. آینده میخوای با کی رل بزنی؟ بسه رل زدن ندارم. سب کن. نظرت راجع به آقای گلزار چیه؟ آقای گلزار؟ آره. بازیگر خوبیه. بذار بزنم الان بهش. چی؟ بخوای زنگ بزنم بهش؟ نه بابا زشته. با چی چی کار کردی؟ خیلی زشته. با آقای کیمرام چی کار کردی؟ سفر اومده بودم تو. من نمیدونم، من خبر ندارم به خدا به جون مادرم. یه رزه شو آقای گلزار خوب هستین شما؟ قربان اسپرمان شما خوبی داشت آقا. آقای گذار نظر شما راجبه خانم نیلی چی هستش؟ چون برام پخش شده صدا، میخوام نظر شما راجبه خانم نیلی ببینم. خنده شما یه مقداری تیز بوده. جانم همینجان در خدمت هست. خانم نیلی رو شما میشناسید؟ آقای خانم نیلی رو شما میشنوید؟ انجام بنده بریم. خب نظر شما راجع به برنامه پشت پرده چی؟ نظر راجع به برنامه پشت پرده بگید. بنده الان کدوم شخصیت هست؟ شما آقای گلزار هستید دیگه، ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی چی کدوم شخصیت هست؟ یعنی چی کنم؟ بدل آقای گلزار بود، من آوردمش بالا. بدل دارن؟ نه بابا شوخی میکنم. خود آقای گلزار، آقای گلزار یه مقداری صحبت میکنید بنده خدا باورش شد بدلی. چی صدات نه نمیاد تو یه مقداری صحبت بکنید یک قیافشون دیدنیه. شما یه مقداری صحبت کنید. این قیامت خیلی باحال. الان مثلا شما انتظار نشه گلزار باشی یعنی واقعا؟ نه واقعا. خب آقای گلزار لطفا یه دو سه ثانیه شما صحبت بکنید. خانم افشار مثلا که
مهناز افشار نه نیلی افشار هستن، باور نمیکنن که شما گلزار بشید. داره گوش میده. الو. بذار شد. چرا؟ میگه که لایوی واقعا نوشتم. آره لایوم. خودشون بودن یا بدل؟ الکی گفتی؟ نه خودش بود. بذار یه بار دیگه من بگیرم. خیلی زشته واقعا. خب من خجالت میکشم. تو رو خود دیگه لایو دو نفر رو وارد کسای دیگه نکنید. خب خوبه دیگه. آقای گلزار نظرشون رو بپرسیم راجع به شما. آقای گلزار سلام. جان جان شما راحت باشه. قیافه ببین نیلی رو باید ببین. خب از صحبت بکن شما راحت باش. خانم نیلی با دقت دارن نگاه میکنن. خب آقای گلزار میخواد بکنم یه چی زدی الان؟ چی مصرف کردی شما؟ الکی میگید؟ الکیه. الکی گفتی. برای چی الکی میخوای تا باش بگم صحبت کنه؟ آخه نمیکنی. چهار ساعت دارم دقت میکنم نمیکنه. چرا؟ چرا شما نمیکنی؟ چهار ساعت داره دقت میکنه. بکن دیگه. به خدا چه وضعشه آخه؟ خانواده اینجا 49 هزار نفر الان دادم منتظرن شما بکن. الان شما صحبت کن ببینم. آقای گلزار شما چه یقدر صحبت کنید الان؟ بفهم همینجا دوباره بیشتر. الو. بگو راحت باش راحت باش. امین جان جانم دیران جان دلم هستم. یه دونه اون جمله معروفه تو بگیم. شبیه نیست. شبیه نبود. ببینیم کار. درست بچه جا. اینجوری. یه اینجوری بکنه بعد. چی بگو؟ آی گل من نشیدم. درست بچه دو شمیه گل هستیم دو شمیه هستیم. هفته و پرچه هم داشت. خیلی واقعا. نه واقعا خودشه. بابا مگه من باید شوخی دارم خودشه دیگه. آدم خاکی ایول. خیلی خوب آدم خاکی با معرفت لوتی قشنگ میاد توی ایول واقعا. حال که ما بجای با بازیگر لوتی و خاکی واقعا خیلی با این حرکت حال کردم. واقعا خیلی خوب. آفرین. واقعا آقای گلزار توقع نداشتم ازتون. توقع مرسی از اینکه انقدر آدم خاکی هستن. آدم خاکی هستی ازت انتظار نداشت. خیلی اصلا حال. ما این حرکت همیشه تو ذهن من میمونه. پرکوپرش ریخت. الان اسمس اومد. همیشه این حرکت تو ذهن من ثبت خواهد شد و من از شما به عنوان یه آدم خوب و خاکی یاد خواهم کرد. شما به عنوان یک آدم خوب و خاکی یاد دارم میگم. همینجور داره گرد تو گرد دست نمیزنم براشون. بله هراش ریخته. اصلا نگم برات. اصلا باورم نمیشه. چرا؟ الان در کمال ناباوری هم. ناباوری خب یعنی ببین به خدا اصلا پشما و برگاه و کرکا و همه چیش ریخته. بخوای یه جمله در وصفش بگید آقای گلزار از این همه نامیده یه چیز اصلا اصلا نمی کنم. نه دوستان شما دیشب لایو ما رو با پویان ندیدی درسته؟ نه من خودم داشتم لایو میذاشتم. خودم سر میز گادبت بودم داشتم لایو میذاشتم. شما بخیر راحت برو در میدم. اتفاقا خیلی هم اومدن هی بهم یه چیزایی میگفتن ولی نمیفهمم. جان جان میگم خیلی هم اومدن هی دایرکت همون دوستان فکر کنم دیگه وایرال شد. دیدم ما از داستان ها صحبت کردیم یعنی صحبت شد. اینجا به من تماس گرفتن صحبت شد. بسیار
خانم افشارم از شما خیلی تشکر میکنم. شما بگو کامل موضوع. باشه چند. پس شما ندیدید لایو رو دیگه؟ نه. خب خیلی گلزم از شما تشکر میکنم. خب دیگه چه خبر؟ از شما پرسیدم چی پرسیدم دیگه؟ نه من از شما پرسیدم. خیلی گلزم من با شما کار ندارم. کاری ندارم با شما بعدا صحبت. کار باردک لطفا. برو دوم. کار باردک. خب حالا. نفر خبر. با کدوم بازیگر دیگه شما دوست دارید صحبت بفرمایید؟ تو کلا میای این حرفا رو میزنی بعد میای تو اکسپل خودت یه کار می‌کنی پخش شه. آقا من چی کار دارم شما؟ من که میدونم. من اصلا کاری نکردم. میان بعد همه رو میفرستی بر من میگی نگاه چقدر باقی شده. آره ببین من اکسپلور رو باز میکنم فقط نیلیه بالا تا پایین. آره لابلا. آره بعد الان میخوای باز من یه نفر دیگر رو بگم باز حاشیه درست کنی. آره شکم شما بگو رو کی کراش داری من همونو زنگ بزنم الان بهش. آره زنگ زنی؟ واقعا زنگ زن اسم بده. میشه خارجی باشه ایرانی نباشه؟ ایرانی دیگه من زبون خارجی نمیفهمم. بلک ایرانی بده هستیم با بچه چی باشه؟ خب بازیگر باشه یا خواننده بازیگر خاننده. نباشه شماره شما هم طریق رابطه با خواننده ها مثلا تو ایران خواننده ها رو حال نمی کنم. خب من نمیخوای خواننده بشی؟ خودم آره ولی با خواننده دوست ندارم وارد رابطه شم. جهان من ببین هولی ببین هولی بابا من میگم زنگ بزنم من گفتم برید وارد رابطه شید. خب داری میگی رو کی کراش داری من به زنگ بزنم؟ من بعد کراش داشته باشم روی رو من خواننده رو خوشم نمیاد روش کراش ندارم که بخوای الان به زنگ بزنم. بازیگر صبر کن ببینم. سخت نباشه بشه شما بشه پیدا کرد سری. فقط همونی که اون شب گفتم اوکیه دیگه. بگیم ارام؟ آره آره یکی دیگه هم بگو دیگه اون بنده خدا که دیگه جواب رد گذاشتی تو سینه شو فلان اینا دیگه رفت دیگه. حامد بهداد هم خوبه. حامد بهداد؟ آره بکنم داشته باشیم شو نتو. یکی کامنت گذاشت گفتم به خدا. گفتی چی گفت؟ چی گفت کامنت گذاشته بود؟ حامد بهدادم خوبه. حامد بهداد و ابن حامد چون ندارم اینجا دیست. اینترنت ضعیف شد واقعا الان کشت. خب الان خود چی کار کنی؟ خب بزنیم بزنیم حامد بهداد رو میتونم پیدا کنم. الان میخوای بذاری رو چیز ما بشنویم؟ میشنوید قطعا برای چی نشنوید؟ اوکی بعد چی میخوای بهش بگی؟ بگو که من بپرسم. من چیزی نمیخوام بگم. شما گفتی من زنگ بزنم بهش. من گفتم اوکی من یه نفر رو میگم شما بهش زنگ بزن. الان زنگ بزن. صبر کن حامد. بگم دارم شما داشت حامد زمانی رو دارم. حامد نداری بریم گزینه بعد باز همایون رو دارم. هنگی رو دارم. نه من از کدوم اینو خوشم بذار یه نفر دیگر رو بگم. خب بذار بریم این. من بذار من تو لیست شماره هم ببینم مثلا کی الان دم دست دارم. زنگ میزنی واقعا؟ واقعا زنگ میزنم ببینم چی میگه. باشه اصلا خوشم بعد باشه. هومن سیدی؟ آه هومن سیدی هم با حال زنگ بزن. خوب بزن زنگ بزن باقا. آره همین اوکیه زنگ بزن. چه کاری آخه چه کاری الان ما دیلایی. خب منم همینو دارم میگم تو به من میگی بگو من زنگ بزن. خب وقتی نمیتونی زنگ بزنی چرا میگی؟ بله خوب هست میگم من یه نفر روتون کراش داره نظرتون راجع به من کراش ندارم. تو گفتی من الان شماره یکی رو ببینم کی دم دسته بعد یارو از دم دستی ها برداشتی آوردی تو لایو میگی تو کراش داری روش. آقا مشغوله دوستان زنگ نزنید. بلاکت کرد
نه ببین کل ایران الان دارن بهش من... آقای بنده خدایی هم که من آوردم بالا آقای گلزار نبود، این بدل آقای گلزار بود. حالا چی شده بوده که آقای بدل آقای گلزار اومده بود؟ چرا همچین کاری کردین؟ مثلا آخه... چرا لو دادین؟ مثلا میذاشین لو نمیدادین، میذاشین مثلا مردم باور کنن؟ چیه مگه؟ نه نه دارم الان زنگ میزنم بدل آقای گلزار، میخوام زنگ بزنم جواب بدم لو ندادم. خب میدونم، میگم چرا لو دادید این قضیه رو که بدل رو نمیدم. بچه نفهمید چون ببین به جان خودم از تو لایف دارن زنگ میزنم به اومد سیدی مشغوله تلفن یعنی میشه ببین همین الان الان فردی میخواد تو لایف زنگ بزنه ایسکات میکنه. خب بذار بریم بعدی سری بگم که زنگ دختران همیشه زنگ بزنیم میشه میشه چرا نشه. من به همه زنگ ببینم شماره الناز رو داری؟ الناز کی؟ الناز شاکر دوست. بذار نگاه کنم الناس آخه هی خط عوض میکنه ولی دارم ازش. تو شماره همه رو داری یا کد یک یه دونه ازش دارم 140. خب بذار من سیوش کنم توی گوشیم اول بیاد بیرون بریم اینجا الناز شاکر اگه جواب بده. اون چی بود؟ یه بار دیگه نشون بدم؟ اسم فامیلش بود. ببینم کار میشه. ولش کن. بیا راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم. راجع به اون که خب شما برنامه‌تون چیه؟ چرا انقدر افسرده شدی؟ من؟ چرا انقدر چیزا یکم تخریب کنم؟ چرا انقدر شکسته شدی؟ من؟ چرا انقدر پیر شدی؟ منو میگی؟ نه یه نفر پشت سرم اونجا دارم به اون میگم الان اگه منو میگی بگو جواب بدم. نه شما رو نمیگم. چرا انقدر پیر شدی؟ داغون من دلن. اولا اصلا پیر نشدم، اتفاقا جوون شدم. خب اگه فعالیتم کمه تو اینستاگرام اگه فعالیت کم میکنم تو اینستاگرام دلیل برای نذارید که افسرده شدم. شاید دارم تلاش میکنم که یه دفعه یه نیلی خفن رو بهتون نشون بدم. اینم میتونه باشه. آره من میری چی؟ رالی همین جوری رفتم باسه این که فقط نرفتم یاد بگیرم. ولی خیلی شکست یا خیلی الان بهت میخوره 37-8 باشه راحت. خوبه که چرا چیش بده؟ نه دیگه از 27-8 به 37-8 رسید. 37-8 بد نیست ولی شما از 27-8 به 37-8 برسی بده. درست میکنم اگه اینجوری تکنی کنی بقید. درستش میکنم اینا هست میزنید کار در میاد. نه اتفاقا رو خودم کار میکنم. چی کار میکنید شما جوان نشید؟ من که موهام هر روز داره بیشتر یکم راه حل به ما بده. میرم موهامو مشکی میکنم دوباره جوان میشم. الان موهامو بلوند کردم. حلقه تو دارم؟ بله ازدواج کردم. ببینم؟ نه یه اینجور بکنم. نه نمیشه یه دقیقه اینجور در نیار در نیار در نیار نه ببینم بیا دیدم اونجا اینجوری کردی ولی یه دقیقه اینجوری حلقه دستم داره ازدواج کردم. نه اون که افتاد ازدواج کردم با تو ازدواج بکنه ولی داستان ببینید کسی خودشو بدبخت نمی کنه با تو ازدواج بکنه. یعنی هر کی با تو چرا من اصلا زن هیچکی نمیشم چه ربطی داره؟ مثلا افتخار اینو نمیدم واقعا. مریت سنگینه تو فکر کنم 114 تو پولکی من اصلا افتخار نمیدم با کسی ازدواج کنم. یه دقیقه ببینم حلقه تو چه شکلیه. خدا حلقه دستم نبود در نوشابه بود اینا. باشه من که میدونم در آوردی ولی من دید خب حالا مثلا حلقه دستم بود چی میشه؟ حلقه چیه؟ خواستم نفر اول تبریک بگم یعنی سرعت ریل بالاه. میدونی کیه؟ خودت چی فکر میکنی؟ من فکر نمیکنم. نه به حال فکر میکنی من میدونم یا نمیدونم؟ تو نمیدونی؟ نه
یکم فکر کن. نمیدونی تو دایرکت که به من میگی من به تو بی‌اعتمادم. حالا الان تو لایو هم بگو دیگه. واقعا من به تو اعتماد ندارم. مرسی، ممنونم، متشکرم. میدونی چرا؟ نه نمیدونم. چون تو هر چی بهت میگن میری سری میگی. خب میشه بگی به من چی گفتی؟ من رفتم سری گفتم؟ نه، به تو به تو یه چیزایی گفتن سری اومدی به من گفتی. خب من نه، خب چی نه من گردم خوبه. وایسا اومدی یه بار دو بار اومدی یه چیزی گفتی از طرف یکی. خب بعد من هم اونجا فهمیدم که اصلا به تو نمیشه اعتماد، که اگه به تو یه چیزی بگن میری سری میگی. نه نه نشد دیگه، الکی رو من نریز، من خودم به خدا میخوای بهت بگم؟ نه نمیگم، نمیخوام حرف گیرتی تو، دایرکت بهت میگم. بگو همین الان بگو. بگم؟ بگو بگو. اوکی الان برات اسکرین شات میفرستم. بفرست. یعنی من خیلی اصلا گردنگیرم قوی، با کیفیت، همه چی خوب. وایستم یه دقیقه بزنم چند. آقا من شدم 300 تا رل نیلی و لون میدم. مدر آره راحت بنویس. من شدم 300 فکر کنم با اون پیجت بود. آره خب نه، موضوع شو بگو راجب چی بود تا من بهت بگم در خصوص چی. آره بزن اون یکی پیجامو که پیج... اونا چیز پیدا نمیکنه. نه دو تا پیج داری الان دیگه. نه اون جفتشون رو بستم نمیتونی پیدا کنی چتا رو. بیا ببین رفتی سری پیج زدی سیبل کردی؟ آره که من نتونم لود بدم الان تو اینو ببینی که من میدونم. من دیگه به شما اعتماد نمیکنم. بله بگو موضوعش چی بود در خصوص کی بود؟ در خصوص آقایی که من نمیتونم اسمشو بیارم. آدم یه چیزی بهت گفتم بعدون نمیدونسته؟ یا اون اومده چیزی گفته که من به تو بگم؟ نه نه، یه چیزی از دهنت در را گفتی. آن اسم یکی رو گفتم؟ چی؟ اسم یکی رو بهت گفتم؟ مثلا با سر... باشد با یکی دوست بود اومده به تو گفتم؟ نه نه اصلا انقدر مغزم رو پیچوندی یادم رفت. یه حرفی به من اصلا زنگ... تو خیلی بلدی، خیلی یه کاری کردی از ذهنم رفت. ای آقا تو چقدر این کارو کردی واقعا؟ نه من کاری نکردم. چیزو میگی چون من فقط موضوع که کسی نمیدونست مثلا با سر چیزه با یکی بچه در به تو گفتم تو ماشین چیز... نه نه اصلا اونو به من نگفتی. اونو نگفتی. اصلا نگفتی به من. نه گفته بودم اونو اصلا به من نمثلا. اونو پس به یکی دیگه گفت. اونو به اون آره اونو اصلا به من نگفته بود. خب چیو به تو گفته بودم؟ گفتی که من تو ماشین بودم بعد بهت وایس دادم. یادم نیست، از ذهنم پرید. تو ماشین بودی به من وایس دادی؟ آره. خب بعد من چیکار کردم؟ تو به من یه چیزی گفتی بعد من از تو ماشین به تو یه وایس دادم. خب بعد همین دیگه موضوعشو یادم رفت، انقدر مغزم رو پیچوندی یادم بودا اصلا پرید از مغزم. تو ماشین بودی، تو ماشین بودی وایستادی قضیه فرودگاه رو به من گفت چیز کردی. گفتم فرودگاه رو تایید میکنی، تایید نکردی، گردن نگرفت. من که اومد هرچی به تو میگفتم که گردن نمیگرفت، یعنی همش تو گردن نگیری بودی دیگه. چه خبر آقا؟ بگو که الان یه چیزی الان میخوام رو خودم در بیارم. نمیشه که اینجوری که با... دیگه چه خبر؟ آها فکر کنم رله تو گفتم بهت، فهمیده بودم. فیلم بر... آها فیلم برداری رو شاید میخوای بگی. یادم رفته، با به جون مامانم از ذهنم پرید، دارم قسم میخورم. اصلا اون تکسی که دادی اون لحظه یه کاری کردی از مغزم رفت بیرون. یادم بود از مغزم رفت. آها خب من فقط یه چیز اونم قضیه من یادم بیاد بهت میگم. خب بعد من یکی دیگه اومده بودم به تو گفته بودم؟ نه یه چیزی به من گفتی اشتباهی گفتی، نباید میگفتی. آها یکی دیگه رو لو داده بودم. آره یکی دیگر اومدی لو دادی، نباید اون حرفا میزدی، ولی من فهمیدم دیگه. ولی الان یادم نمیاد اون چیه. خب یادم بیاد بهت میگم.
عجب آدم دهندقی هم. آقا اوکی بچه من شدم 300 کا نیلی رو هم میگم به این داد. خب حالا شما یه زنگ به دوست دخترت بزن. من به همه زنگ میزنم جواب نمیدن، هی زر و زر دارم زر میزنم جواب نمیده. میگم سر ضبطه. چرا میترسی؟ نه سر ضبط زنگ بزنی دعوت میکنم. نه با امره و سوزی داشت صحبت میکرد. چی؟ با امره و سوزی. کی؟ دوستم دیگه. دوست دخترت؟ آره با امره و سوزی داشت صحبت میکرد. امره و سوزی ها کجا میشناسه؟ بعضی من سوزی مونیخ درس خونده. آها خب داره دیگه. اوکی پس اونجوری میشه. دیدیست دیدی من اینقدر موشه کافانه. آمار همه رو داری یا باری که الله آمار شما رو هم دارم ندارم حالا بعدا افشا. نه بگو همین الان آمار من چی داری؟ منو کجا دیدی؟ دیدی اصلا من اصلا در خونه بیرون نرفتم. حتما مگر در خونه رفت باید رفته باشی بیرون. به حال چتی هست دایرکتی هست. با کی حرف زدم؟ پیامی هست یه دفعه اون با رفیق کی حرف زدم؟ میده شاید رفیق ما هم باشه. خب با کی حرف زدم؟ خودت بگی بهتره دیگه. من خب با کسی حرف زدم؟ بخر چیزی رو من میگی تو دهنلقی. برای همین من نمیگم که فکر کنی من دهنلقم. نه اشکال نداره بگو. الان گلزار رو زنگ میزنم بیاد بالا. نه بگو بگو من با کی چت کردم. چی از من داری؟ من هیچ وقت توی لایف کسی رو افشا نمیکنم. تو کلا هر شب داری همه رو تو لایف افشا میکنی. حالا الان هیچی نداره میگی افشا میکنم. ریختی رو من. هیچی از من نداره چون من با هیچی در ارتباط نیستم. میخواری بکن آقا لایف بشه من... هفتاد بایسا لایف من بشه هفتاد فقط... من فقط تو اینستا به شما پیام میدم شاید باوره نشه. خدا اصلا به هیچ کی پیام نمیدم با هیچ کی در ارتباط نیستم. وایسو آقا لایو بشه 70 که من وایس نیلیو پخش میکنم. آنسن نکن حالا بقیه رو آنسن نکن بقیه رو 70 که بشه پخش میکنم. میخوام نشونت بدم دایرکتم. آره آقا لایو بشه دایرکتم رو ببین دوپامین گادبت هیچ کی دیگه نیست بودم. یه پیج داری شما آقا لایف بشه ویسشو پخش میکنم الان هم زنگ ویسات به کی دادم اول بگو دایرکت بهم بگو بهم بگو ویسم چیه من بشه نه خب بگو من اصلا بگم خودم با همکاری کنم پخش کنیم. اصلا هیچی بهت نمیگم تو دایرکت بگو گفتم باش اسمشو برات بنویسم بفرست بفرست دیگه بابا دارم تایپ میکنم دیگه پخش کنم یا نه من بخواب خودته. من واقعا پی ام بدی ندادم آقا بشه هفته بدی ندادم همه چیز در راستای بیزینس بوده کار پی ام لاو عشق عاشقی نبوده که والا از دید ما پسرهای مغز مریض این یه چیز دیگه بود. ما مغزمون مریض حقیقت واقعا همه چی در راستای بیزنس بوده. بعد این الان چرا اومدن اینو به شما گفتن دنبال داستان میگردن؟ فکر کنم شما آنسنت کردی ولی این بنده خدا اسکرین رکورد کرده بود. واقعا اصلا نمیتونم به هیچ کی تو زندگیم اعتماد کنم واسه همینه میگم بهت اعتماد ندارم آقای فردین به خاطر همینه. آقا به من چه چرا رو من میریزی تو به یکی دیگه داده بودی بس بچه به من میگی ولی خیلی بهم الان این آقا برچی باید برای شما بفرسته. آقا بود آقا دیگه تو که میدونی با خیلی من همیشه در راستای بیزنس بوده تو بمیذارم کنارم دیگه انگار یه سیبی از وسط دونست شدی یه ورش گند. نه به خدا خیلی زشته همه چیز در راستای کار بوده اینجوری میگید زشته اصلا شاید زن و بچه داشته باشه شاید دوست دختر داشته باشه خیلی زشته. شما خجالت کشی میری دایرکت کسی که من دایرکتش نبودم خودش اومد دایرکت من به من پیشنهاد کار بیزینس در رو داد منم جوابش رو دادم به شما پیشنهاد بیزینس و کار بدم شما جواب منو میدی؟ چی؟ جواب منو
میدی زوویز جان؟ من شما رو میدم. بله مثلا یک در راسته کار بوده الکی حاشیه درست نکن برای من و اون آدم. ولی خوشم میاد با تیکه آبیدار میپری یا خب کسی که برای بیزینس میخواد کار کنه دیگه تیکه آبی بالاخره دیگه. آقا بشیم 70K بشیم 70K من نمیذارم. آقا من نمیذارم. آقا زشته بابا واقعا زشته خدایی. یارو چه فکری میکنه بعد؟ باشه خودش فرستاده. 70K بشیم من پخش میکنم. باشه پخش کن مشکلی نیست، ولی همه بعد میبینن که در راستای بیزینس بوده خودت چیز میشی. خودت ضایع میشی. آقای فردی یه سری وایس های دیگه هم هست. به من میگی بی اعتماد، یعنی یه چیزی برات پخش بکنم کرکوپر اعتماد هم اینجا برسه بریزه. برسه چیه؟ بریزه. ولی اول اسمشو بگو. بذار دارم فالوش کنم اول. نه نه ولش کن، اینجوری خیلی ضایع است، اینجوری همه میسمن. یه دقیقه وایس من یه پی ام بهش بدم. خیلی هم خوبه خدایی. ببینم. خیلی هم خوبه خدایی. اصلا خوب نیست. من اصلا دوست ندارم. وای اصلا نمیتونم. اصلا آقا... رو هر کی کراش داشته باشم رو این آدم کراش ندارم. خیلی وای. اصلا دیگه میل سنده سم دست دادین اسم من رو گفتی. تو رو خدا یکی رو بگو حداقل خوب باشه. این چیه؟ خب من چیکار؟ ببخشید من مقصرم. طرف میاد دایرکت شما خیلی زشته. خیلی اصلا مخصوصا من انقدر از پسر چش رنگی بدم میاد. آقا من چیکار بکنم؟ من واقعا از پسر چش رنگی متنفرم. بالاخره من کاری ندارم. من نظر شخصی پسر چش رنگی هم خوبن. من اصلا دوست ندارم. من وایس تو پخش میکنم دوستان. من کاری ندارم. وای این این دیگه فکر کنم این زن و بچه داره ها دیگه. حالا دیگه نشون بدم؟ نه نده نده نده. نشون بدم؟ نه نده. چی چیز میشه؟ لطف بدم؟ شر میشه. شر میشه. این ولی شش ابروش مشکیه. خدا دوست داشتی شش ابرو مشکی. مری اینو این تو سلیقه من نیست. خب بعد برای چی به شما پوست دادن؟ این در راسته کار بوده بیزینس. اون قبلی رو وایس داد. اون قبلی هم همینجوری پیشنهاد بازیگری داد بهم. آقا من 70K بشه من این وایس لعنتی رو پخش میکنم. این پیشنهاد بازیگری داد بهم. ببین خوشم میاد. یه قولت که ازش جدا شدی بازیگر میخواد بیاره. بقیه دوست بازیگر. شما انقدر حوار شدید سر بازیگرا. بازیگرام از این وقت خودشون رو دارم حول میدن تو بازی دیگه. نوشته که آقا به حال بزنم میکنم آخرین فالوورامو. خب آن فالوش کردم همین الان. اصلا دوباره... چیز نکن. نه آن فالوش کردم ولی خدای خیلی به هم میاد. نه اصلا اون رو دوست ندارم. کی؟ آو 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 واو. آها ولی فکر کنم زن و بچه داره. واو زن و بچه داره ولی واو همچین واو. آقا بشیم 70K من وایس شو بخش میکنم ولی خدایی خیلی ب... واو واو از این زن و بچه داره فکر کنم زشته ها. واو یه اشاره ریز بکنم کل ایران فهمیده. یعنی یکی فهمید اینجا. دو نفر فهمیدن دیگه. دوستان خیلی کارشون خوبه. بذار من یه اصلا هیچ اشاره‌ای به این آقا نشد. نگاه کن بذار برات بفرستم. آره نمی‌دونم اسکرین شات بفرستم. این
نه اینو دوست ندارم. فقط این اصلا کیه این؟ این همونی بود که این اونه؟ بله. چرا؟ اینجا چقدر زشته، چقدر شلوارش بده. یه به هر حال بود اینجا واسه پیرمردا شده. آره بذار من چجوری اینو دارن میفهمن؟ من یه فالو شدم به خدا. چون تو خودت داری مینویسی نه؟ من کجا دارم مینویسی؟ خودت با اون گوشیت گرفتی داری کامنت. نه من درد بنویسم. تو خودت داری مینویسی. من الان یه حالو میکنم. ها باره همه فهمیدن. من نمیدونم اینا رو از کجا دارن میگن. چی من تو الان نقرم تو کردن نگیر. من گفتم به تو اعتماد ندارم به خاطر همین بود. همه چی رو لو دادی. آقا مگه من بوی سفر ولی تو همه چی رو لو دادی. من هنوز هیچی به خدا به هیچ آقای بهرام رادان رو شما فالو کردین؟ هی دارم میگن نمیدون کی هست. نمیشناسی؟ من نمیشناسم. کی هم نمیشناسم. آن فالوش کرد. آره کار درستی نیست واسه آدم ها حاشیه درست کردن. خیلی کار زشته آقای چی؟ ما داریم میرسیم کار کنیم که لازم یه تیکش رو پخش کنم. پخش کن باشت اونو پخش کن. پخش کن باشتامو آنسن وایسامو آنسنت میکنم چون من اعتماد ندارم. آه به اون طرف گفتی پس. بله فکر کنم صدامون خرابه. هی دارن کامنت میذارن. من نمیدونم بذارم آقا الان صدای من صدامون پس فاصله بدم. من صدامو که دارم ولی نمیدونم. صدای شما رو هم خوب دارم. بچه‌ها صدا بده آقای امین دارن همه میگن. الان خوب شد صدا؟ من صداتون رو اوکی دارم. نمیدونم بقیه هم باید خوب داشته باشن دیگه. بقیه هم فکر کنم باید اوکی داشته باشن. صبر کنیم. همه دارن میگن صدات بد میاد. الان خوب شد فکر کنم. دارم برام می نویسن که خوب شده. خب پس شما به کی دایرکت داده بودی که من دایرکت ندادم ایشون دایرکت داده بود. بعد شما برای چی بهش گفتی صدا رو آنسنت میکنم؟ گفتم من پیاممو با شما آنسنت میکنم که آره گفتم پیاممو با شما آنسنت میکنم که حاشیه درست نشه. الان داره میشه دیگه. خب بله وقتی میان برای شما میفرستن ویسارو بعدم هم همچین اتفاقی بیفته. من واسه همین اصلا آنسنت کردم چون اعتماد نداشتم. نمیدونستم در این حد میخوان سوء استفاده کنن. من این ویس کامل پخش میکنم. ویس هم آنسنت کردم سوء. باشه حالا نوبت ما هم میشه بشین 70 کا بگیرید یه جک ریز بزنید روی این فالوورها که من بشم 300 کا. این آقای فردین رو فالو کنید. بشم 300 تا آنفالو کنم. چی؟ بعد تو بگی من آنفالو کنم من بشم 300 کا افشا میکنم. نه شما رو فالو کنن حال میده فانه. آه افشا کنم؟ آره نشده بچه روی 66. من الان اینجا فقط 66 چند میبینیم؟ من الان 66 کام میبینم. من هم 66 کام میبینم. دوستان چجور 70 میبینید؟ یه بفرستید برای دوستاتون تمامه دیگه. حالا مثلا وایس من رو پخش میکنید که چی بشه؟ رل تو هم پخش بشه دیگه من خیالم راحت بشه. رلم رل نزدم آخه به اون طرف. ولی نخی دادی ها؟ ندادم. شاید الان من گفتم اینجوری میگی. من فقط با یه نفر رل میزنم. کی؟ نمیگم اسمشو که بیام تو لایو بگم. بنویس ببینم کی. نمیگم لو میگی. من نمیگم. نه نه ببینم کیه. حالا بعد
بعد از لایو، خب من باتریم داره تموم شه، بعد از لایو من یه موضوع مهمی رو باید به شما بگم. آره یه موضوع مهمی باید مطرح بشه. دوستان لایو منو تو رو دارم برای یکی از اکانت‌های فیک خودم میفرستن. الان برام نوتیفیکیشنش اومد. اشتباه زداش برای اکانت فیک من نفرستید، بفرستید بقیه. ببین یه موضوع خیلی مهمی رو بعد از لایو حتما به من پیام بدید، بعد با تو مطرح کنم. یه اتفاقی افتاد، من اصلا از یادم رفته بود این اتفاق، ولی یه خانومی به من زنگ زد. خب یه خانوم خیلی پرهاشیه. واو. آره واو. که خیلی شاید دوستتون جالب باشه. بعد یه سری اتفاق افتاد در طی اون تماس تلفنی که من با ایشون داشتم که اگه بگم فکر کنم خیلی. آقا بحث رو عوض نکن، تو بگو با کی میخوای ریل بزن. اینجا بنویس برا من. شما به من سر علکی علکی افتاد که شما. من یه تلفن خیلی مهم از یه خانوم داشتم، یه خانوم بازیگر و پرهاشیه. خب 70 کن، من بعد این وایس پخش کنم 70، من برای قولم باشم. باشه خب پخش کن. چرا هم یه دونه وایس پخش؟ من حرف بعدی نزدم. خدا شما قاضی. نه نه سوء استفاده نکنی، ولی من به تو اعتماد ندارم. اعتماد ندارم چی؟ به کی گفتی اعتماد ندارم؟ به همون آقایی که باش حرف میزدم. واو. حالا اون ریل رو بنویسم ببینم با کی میخواستی ریل بزنی. ریل نمیخوام بزنم. این آقایی هم که باش حرف زدم موضوع بحث بیزنسی بود. آقا اون ریل که اون کراش رو بگو. کراش ندارم فعلا. نه اونی که دوست داشتی باش ریل بزنی. نمیگم اونو. خیلی زشته اگه بگم. نه من به کسی نمیگم، بنویس اینجا واقعا. بنویس دیگم ببینم داستان چه. دوستان دارم برای دوستان ولی پاک کردمش. نه ایمده که پاک کنید. چجور نویسید؟ نه اینکه تایپ هم رو پاک کردم. آه خب بنویس حالا. بله واقعا همچنان رو همین قفلی؟ بله. متولد چند دوری بهش بودی؟ جیش. آه جیش شیش شش. آشت. گفتم جیش جدیده؟ شش. بچه تنها راه نمایی که میتونم بهتون بکنم ایشون متولد 4 اردیبهشته. من 6 اردیبهشتم. من به حال گفتم دوستان اونایی که بفهمن میفهمن دیگه، ولی سلیقت هم بد نیست. ولی اون یکی هم که بهش بد وایس داده بهش وایس دادی اونم خوبه. آخه اون اصلا هیچ چیز داستانی ما با هم نداشتیم خدایی، ما فقط در حد چیز بودیم، یعنی در حد یه بیزنس با هم صحبت کردیم، هیچ داستان خاصی نبوده. خوش آخه وایسا چیز دیگه ای میگه. آخه تو یه بار دیگه بذار اون وایسا. من چی گفتم مگه؟ یه بار دیگه بذار وایسا قبلیشو بعد میذاشتم. نه همون وایسا قبلیش هم بذار. آخه من حرف بذار نه اینجا برای چی تو علت این که این وایس رو دادی چی بوده؟ وایسامو آنسنت کردم سوء استفاده نکنی، ولی من به تو اعتماد ندارم. بعد چقدرم برای طرف با اشوه حرف میزنی؟ وا من کلا صدام همینه. صدات با اشوه است؟ آها. نه خدایی من صدام همینه واقعا. ولی من واقعا همیشه نرمال همین جوری صحبت میکنم. وایسامو گفتم آنسنت میکنم چون اعتماد ندارم، چون من شریفی هم طرف یا ترکی بابا طرف تو ایران سر فیلم بخش سر کار و ایناشه. کی؟ همونی که هست تو پیام و چت ها. به هر حال طرف سر کارش، چرا اصرار داری بیاد ترکیه؟ تو تفاهم شده. بعد ایران چجوری میخواد بیاد ترکیه؟ کی؟ همونی که بهش باید دادی. زنگ زنگ یه لحظه من جواب بدم. خب
زنگ زد به جان خودم. الو صدا پسر میاد بچه بگو عزم کار دارم. ضعیفه قطع کن سری ضعیفه. میگم بگو کار چی عزیز دلم. بابا الان که اینجوری اول من بله خونم تشریف بیارید. واو رسیدم. اوکی من اوکی منتظر شما هستم. آها عزیزم سلام امشب چه شبی است؟ امشب خب سلام میرسوندی به حال نا چه دعواش نکردی پیام داده آن چیزه؟ نه اینو نبود که جدید زدی با دو تا دو تا دوست دخترم بود دوست دخترم بود ازم پسر نبود. میخوای نشونت بدم خودی برامت بود؟ نه وایسا بهت نشون بدم کی بود. نه الان تو لایو نشون میدم. نه چونهشو بفرست من زنگ بزنم ببینم خودش بود یا نه. نه وا چیه من زنگ شاید دوست نداشته باشه. چند سالشه؟ 27 دوستم بابا همون یلده که پیشم بود همون دختری که میرفتی. نه نه مربی رفتم. نه اون چیزی نیست اون بارم فالو کرد فالو بک ندادم بهش شستو کردم تو برق و اینا اصلا فالو بک بهش ندادم بس بگم گفتم در جریان باشید و اینا. ولی من چیزه میخوام برم بازیگر شم حقیقت یعنی هم خواهرم بازیگر هم خواهر بشی سریع به پیشنهاد بازیگری داد. بله واو من میخوام بازیگر بشم به زودی و یه بازیگر تو فیلم های خارجی هم فقط بازی میکنم. داره طرف تو ایران ها میتونه من با ایشون کار نمیکنم دیگه به توافق نرسیدیم. نداری مثلا روبروش بازی کنی؟ روبروش بازی کنم یعنی چی؟ بازیگر نقش روبروش باشی. شاید دوست داشته باشم. بعد مثلا پیشنهاد وسوسه انگیزی بود. آها خب آها بعد توی این فیلم دو تا بازیگر دیگه هم اگه باشن کدومشون رو انتخاب میکنی کنار خودت؟ اسم فیلم هم مثلا دو زنه شما هم نقشی یک رو داری به عنوان هبو. زن اول میتونه ریحانه پارسا باشه زن دوم سهر برشی. بین این دوتا کدوم رو انتخاب میکنی که کنار تو بازی کنن؟ کنارم بازی کنن؟ یعنی به هر حال هبوی تو باشن توی فیلم. هبو باشن؟ آره دیگه توی فیلم اون آقا که تکلیفش مشخصش نقش گرفته رفته شما دارید میجنگید که انتخاب بشید. اون آقا کی بود؟ متولد 6 اردیبهشت 4 اردیبهشت ایشون. اصلا این دو تایی که داری میگی چه ربطی به اون آقا که متولد 6 اردیبهشت داره؟ بکنم ببینم چی نوشته بودی. مثلا میلاد کیمران مثلا. خب اوکی این آقا الان باشه من بعد از این دو نفر یکی رو به عنوان هبو انتخاب کنم. توی سناریو آره. اگه بخوام یکی رو به عنوان یک رو من دو نفر حتما باید باشه. آره بازیگر نقش رو مثلا آره دیگه مکمل و اینا. آخه نمیدونم ترجیح میدم ریحانه رو انتخاب کنم. آه چون تموم شده در این جدید اومده. نه بابا چه رقم میلاد مگه نیستیم وسط آقای میلاد کیمران بازیگر نقشه. آه یعنی رقیبت رو بگی اون که سریع فیتشه بره. نه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه میشناسمش به داخل یه شب دیدمش به خاطر شناختی که ازش دارم میگم. بعد میدونی شب اول که اومد و ترکیه کی رفته و دنبالش فرودگاه؟ اصلا به من ربطی نداره. آقا من سوال دارم میدونی کی رفته و فرودگاه دنبالش؟ اصلا آقا نمیخوام بدونم. میدونم آره من همه چی میدونم و همه چی هم میدونستم و به خاطر همین بعضی از ریاکشن های بدونشون میدادم چون میدونستم همیشه به خاطر اینکه خیلی چیزا رو میدونستم به خاطر همین اخلاقم اونجوری میشد. پس نتیجه میگیریم 10% که من مقصر بودم من مقصر نیستم. یه سری چیزا میدونستم که اونجوری میشد. نوشتم 10% رو من نوشتم. ببین الکی جر نزن نکن. یه 20% ما اینجا داشتیم یه 80% یه 10% که میشد 110% که من 85% رو انتخاب کرده بودم. من قرار شد 10% رو بدم به خودم. آه خب که اون 10% رو پس میگیرم.
مالیاتش رو پس میگیری. نه سوال من اینه که شما میدونی کی از فرودگاه ریحانه رو برد هتل؟ بله میدونم. کی برد؟ نمیخوام اسم بیارم. اول اسمشو بگو. نمیگم. خودتون میدونید. حالا چه اصراریه وقتی شما خودتون میدونید منم میدونم چرا من باید اسمشو بگم؟ حالا بگو مثلا ما بدونیم. کجا نمیگم اسمشو. همون کسی که میدونید. من نمیخوام اسم بیارم تو لایو. بعد کی فهمیدی این قضیه رو؟ همون موقع، همون شب. بعد اون شب من پیشش تو خونه بودی داشتی به چی فکر میکردی؟ من به چیزی فکر نمیکردم. من معمولا خیلی ناراحت میشدم توی اون تایم و همش در حال اشک ریختن بودم. واقعیت دارم اینو واقعا گفتم. برده خب مثلا ممکنه اتفاق بعد برده هتل و راز نیاز اینا دیگه. خب دیگه من کاری از دستم برمیاد، من زورم نمیرسید. چرا صورت نمیرسید؟ زورم نمیرسید به کسی این وسط. صورت نمیرسید به این که مثلا از ولی شنیدم طرف بنزین خوب میزده. آره شما رفتید آنتالیا بنزینو کی میزد تو ماشین؟ من فقط تو راه رفتن بودم، برگشتن نبودم. آقا تو راه رفتن بنزینو کی زد؟ هیچ کس. بنزین زدیم از قبلش بعد رفتیم. آه پس اون بنزین زدنه برای راه برگشته که عکسش منتشر شده. بسیار عالی. پس شما بنزین و اینا رو که دیگه در ولی خب خودت فکر میکنی خوب بنزین میزد یا بد بنزین میزد؟ به من چه آخه چه خوب بنزین میزد؟ یه رو پاش بودی گفتی میشناسمش. الان من به عنوان بازیگر نقش، به عنوان بازیگر نقش هوو اونو انتخاب میکنم چون حالا یه شب دیدمش. خب حالا این دومی هم ممکنه به زودی ببینی ها. من برشی دیگه، من این وسط منی وجود ندارم که بخوام کسی دیگر رو ببینم. اون موقع یه منی وجود داشت که باعث شد اونو ببینم، ولی الان دیگه منی این وسط وجود نداره که من بخوام نفر برشی رو ببینم. اتفاقی برقال مثلا یابونه اینا ممکنه ببینم. اصلا دیگه اصلا همچین چیزی امکان نداره. من دارم از ترکیه میرم. ای بابا بذار حالا یارو دو روز از دایرکتش بگذره بعد از من دارم از ترکیه میرم. میخوام بری شنیدم ایران فیلم بازی کنی. نه ایران نمیخوام برم. کجا میخوای بری؟ من به زودی میرم یه جای دور. کجا؟ بگو دوستان بدونن. بگم لو میره. حالا من اول مثلا اسم کشورشو بگو. الف. الف با کدوم الف؟ نمیشه الف. دیگه اونو بگم میفهمی. الف بی با بیگولا. الف اه الف آه. آه. آه ببخشید آه آه آلبانی؟ نه استرالیا؟ من که نمیگم. حالا اونجا بی سوالی میکنی من که لو نمیدم. آه آمریکا؟ آره آره امریکا؟ آره تو امریکا؟ امریکا کجا بره عزیزم؟ نه الکی گفتم که ول کنی این نبود. امریکا هم نبود. دیگه کشور دیگه که با لایو هم یه دقیقه دیگه تموم میشه ولی بعدش دوباره لایو میذارم. نه نذار بذاری. آره برای کی بوده میخوام... چی؟ آره اونو که میگم ولی یکی رو من قرار بود بیارمش بالا پیداش نمی کنم. بند خدا صداش خیلی خوبه، خیلی داره به من اصرار میکنه که دادگاه ریل و میل و همه رو لو میدم. الان این فرصت استفاده بکنم بگم دوستان برن فالو بکنن و اینا. پس میخوای بری کشور آ آره آمریکا نمیخوام برم. نو علیکی رد بوم کنی گفتم. آشیدت. خب من آنتالیا که کشور نیست. کشور نیست. ابوظبی؟ نه الان نمیرم، یه 4-5 ماه دیگه قراره برم. افغانستان؟ نه ایران. دو قون که میشه دو. ببین من خب لایوم تموم شد، مراقب خودتون باشید دوستان. الان دوباره لایو میذارم، اگه اون پسر رو پیدا کردم میام دوباره لایو میذارم براتون. آه بذار حتما پسر رو پیدا کنم، خیلی دوست داریم ببینیم. نه خیلی چیزه، آدم معمولی یعنی احتیاج به حمایت دارم. بودمان اینا رو همه کلا براتون به باد بدم، افشاشون کنم. خدا حافظ. خدا حافظ.